ما میدونیم که ژنها روی کروموزوم ها قرار دارن و در این قسمت شما میبینید که ما دو تا کروموزوم هومولوگ رو کنار هم دیگه به نمایش گذاشتیم و در حقیقت اینجا 6 تا ژن به نمایش در اومده و جایگاه قرار گرفتن ژن ها روی کروموزوم لوکاس گفته میشه. پس اینجا دو تا کروموزوم مشابه به نمایش در اومده و ببینید میتونه این ژن های به اصطلاح همتا روی کروموزوم های هومولوگ یا مشابه میتونه یا عین هم باشه، در پایین میبینید بی بزرگ بی بزرگ که به این حالت میگن هوموزایگوس یعنی خالص، و معمولا ژن غالب رو یعنی ژنی که نمود پیدا میکنه در سلول و اثراتش به عنوان فنوتیپ دیده میشه به عنوان ژن غالب مطرح است و با حروف بزرگ انگلیسی به نمایش در میاد، و در صورتی که این رابطه بین دوتا ژن غالب و مغلوب باشه ژن مغلوب رو با حروف کوچک انگلیسی به نمایش در میارن و در این حالت میبینیم که دی کوچک دی کوچک معرف در حقیقت ژنوتیپ مغلوب هست، و در قسمت بالا ما به اصطلاح دو تا ژن رو میبینیم که با حرف انگلیسی A بزرگ و A کوچیک به نمایش در اومده که حالت هتروزایگوس داره و به هر کدوم از این شکل‌های مختلف یک ژن آلل گفته میشه، یعنی یک ژن میتونه حداقل دو آلل داشته باشه و در بعض مواقع تعداد آلل ها بسیار بسیار زیاد هست. به عنوان مثال در گل روز ژن تعیین کننده رنگ آلل های مختلفی داره، یعنی ما روز قرمز داریم، روز زرد هست، روز بنفش، روز سفید و حتی روز سیاه. پس میبینید که 5-6 تا آلل مختلف رنگ گل رو در گیاه روز تشکیل میدن. پس آلل ها میتونه زیاد باشه نسبت به نوع ژنی که به اصطلاح مورد نظر هستش، و در اینجا هم همونطور که گفته شد 6 تا ژن به نمایش در میاد و روی هر کروموزوم میتونه ژن های بسیار زیادی وجود داشته باشه یا ژن های کمتری بسته به اصطلاح نوع ارگانیسم. در این قسمت دو قطعه بسیار بسیار کوچک از مولکول دی ان ای یا به عبارت دیگه دو تا ژن رو نمایش دادیم. ببینید در این قسمت همونطور که گفته شد این رشته متشکل هست از 4 باز عالی آدنین، سایتوزین، تایمین و گوانین که به صورت کاملا تصادفی در کنار همدیگه قرار می گیرن. اگر دقت کنید تفاوت قطعی بالایی با قسمت پایینی این هست که در قسمت پایین بعضی از این بازهای عالی چهارگانه تکرار شدن و من اینجا با رنگ خاکستری و زرد این قسمت‌های تکراری رو مشخص کردم. به طور مثال در این قسمت می‌بینید CTGA که با خاکستری به نمایش در اومده اینجا چند بار 4 بار تکرار شده و به همین ترتیب یک قطعه که متشکل هست از AGT یا همون آدنین، گوانین و تایمین چندین مرتبه تکرار شده در این سکانس یا رشته مولکول دی ان ای یا میتونه بخشی از یک ژن باشه، و در انسان چیزی در حدود 10 الی 15 هزار تا از این بازهای عالی اگر کنار هم دیگه قرار بگیرن میتونن یک ژن رو تشکیل بدن. البته نه هر 10 الی 15 هزار قطعه، چون بیشتر این 3 میلیارد و 100 میلیون قطعه‌ای که خدمت شما عرض کردم یا 3 میلیارد و 100 میلیون نوکلئوتید اینها اکثرا و بخش بسیار بسیار بزرگ از اینها هیچ نقشی مستقیما در ژن ها ندارند و فقط قسمت بسیار کوچکی از مولکول دی ان ای هست که کل مجموعه حدودا 30 هزار ژن انسان رو تشکیل میده. پس تفاوت قطعه بالا با پایین تکرار بعضی از این واحدهای نوکلئوتید هست. به بخشهایی از مولکول دی ان ای که به صورت مرتب دارای این واحدهای تکراری هستش مایکروساتلایت گفته میشه و به این مایکروساتلایت ها
STR یا Short Tandem Repeats ها هم اطلاق میشه، یعنی قطعات تکراری کوتاهی که پشت سر همدیگه قرار میگیرن. پس تفاوت این دو قسمت از ژن یا مولکول دی ان ای رو که در اینجا خدمت شما عرض کردیم این هست که تکرار بعضی از واحد های سازنده مولکول دی ان ای به عنوان مایکرو ساتلایت ها. حالا ببینیم کاربرد این مایکرو ساتلایت ها چی هست. کاربرد ها و استفاده یا فواید در حقیقت مایکرو ساتلایت ها. کاربرد اولش در کیت های تشخیص بیماری هست، یعنی در بسیاری از بیمارستان ها از قبل نمونه خون یا نمونه بافتی که از بیماران تهیه میشه اینها ژن های به اصطلاح بیماران رو رشتهش رو ما خوندیم تعیین کردیم و مقایسه میشه با افراد سالم. پس در صورتی که تفاوت های دیده بشه بین این دوتا رشته بین بیماران و افراد سالم جامعه تا حدودی میشه پی برد به بعضی از بیماری های ژنتیکی که به خاطر این اختلافات در رشته دی ان ای به وجود میاد. پس کاربرد اولش در تشخیص بیماری ها هست و حتی میتونن در بعض موارد بیماری ها رو در آینده پیش بینی کنند که آیا به اصطلاح این فرد مورد نظر میتونه یک بیماری رو در آینده داشته باشه یا نه. و کاربرد دومش در به اصطلاح نیروی پلیس هست یا ادارات مهاجرت و یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به منظور تشخیص هویت افرادی که مورد نظرشون هستش. یعنی همونطور که باز دوستان میدونن در صحنه های جرم نمونه های بیولوژیکی یا زیستی یعنی خون، بافت یا موی به اصطلاح افراد مظنون اگر در صحنه جرم مشاهده شد میشه به اصطلاح با قرائت مادی وراثتی که از این مواد بیولوژیکی به دست اومده تا حدود زیادی افراد مظنون رو از افراد بیگناه شناسایی کرد و برای اولین بار در اواخر دهه 1990 میلادی در کشور انگلستان از این پدیده برای تعیین مهاجرت یک به اصطلاح خانم سیاه‌پوست استفاده شد که ایشون در اداره مهاجرت انگلیس پذیرفته شده بود به عنوان پناهنده و بعد از یک مدتی یک بچه رو آورده بود و ادعا کرده بود که این بچه متعلق به خودش است و طبق قوانین مهاجرتی کشور انگلستان باید تابعیت انگلیس به این بچه هم داده میشد و با انجام آزمایش PCR یا تست ژنتیک متوجه شدند که این ادعا ساختگی هست و به اصطلاح این پرونده بسته شد و نتونست تابعیت کشور انگلیس رو این بچه به دست بیاره. و در کاربرد سوم این امر که میشه بهش اشاره کرد در تعیین والدین هست. با عرض معذرت باید خدمت شما بگم که در موارد تجاوز جنسی یا در مواردی که به اصطلاح پدر شک میکنه که فرزند متعلق به خودش هست یا نه میتونه ادعای تست پترنیتی بده، یعنی تعیین والد پدر انجام میگیره و با انجام تست PCR و به اصطلاح همین بحث مایکرو ساتلایت که خدمت شما عرض کردم میشه پدر رو از به اصطلاح افراد مظنون در صورتی که تجاوزی صورت گرفته باشه یا خدای نکرده در خانواده وفاداری زن مورد سوال قرار گرفته باشه میشه استفاده کرد و به این مسئله پی برد. و کاربرد چهارمش در ارتباط با تعیین میزان خویشاوندی بین دو فردی که با هم دیگه تلاقی میکنن یا آمیزش میکنن یا در مورد کبوتر تن میشن و مورد بحث امروز ما هست از این امر میشه استفاده کرد در اینکه بفهمیم آیا کبوترانی که در طبیعت به صورت وحشی هستن و جفتگیری میکنن آیا این جفتگیری ها خویشاوندی هست یا نه، یعنی کبوتر نر و ماده با همدیگه رابطه فامیلی یا خویشاوندی دارن یا به عبارت دیگه دارای ژن‌های مشترکی هستن یا نه. و کاربرد بعدیش در زمینی خرید فروش کبوترهای گران قیمت هست.
که معمولا در مورد کبوتران مسافتی یا مسابقه اعمال میشه، به این نفع که طرف میتونه با ارائه تست های ژنتیک ثابت کنه که مثلا کبوترانی که قبلا فروخته با قیمت مناسب و کبوترانی که الان در حال فروش هستن، اینا با همدیگه ربط پیدا میکنن و از یک به اصطلاح شجره هستن و میتونه پول خوبی رو به دست بیاره اگر ثابت کنه این قضیه رو. و یا حتی فردی که میخواد کبوتر رو بخره میتونه با به اصطلاح درخواست این اطلاعات به اصطلاح ژنتیکی بفهمه که کبوترانی که در حال فروش هستند به اصطلاح متعلق به کبوترانی بودند که دارای رکورد مناسبی بودند و میشه اعتماد کرد به فروشنده. و در کاربرد بعدیش این هست که احتمالا اگر در گنجه یا در مجموعه کبوتران یک عشقباز کبوترها قاطی شده باشند و مسئله هویت مطرح باشه، باز هم میشه با انجام تست های پی سی آر در تمام کبوتران مشابه رو از هم دیگه تشخیص داد. و در کاربرد نهاییش مسئله دزدی کبوتر هست که احیانا اگر این مسئله به اصطلاح ثبت ژنتیکی یا به اصطلاح انجام تست های پی سی آر که منجر به شناسایی مایکروساتلایت ها در کبوتران میشه، اگر کبوترداری قبلا این آزمایشات رو در کبوتران خودش انجام داده باشه و در صورتی که کبوترها دزدیده بشن و احیانا در گوشه از دنیا پیدا بشن، میشه با مراجعه به دیتابیسی که این به اصطلاح فرد داره اونجا ادعا کنه که کبوترها متعلق به خودشون هستن و با نمونگیری از خون و انجام تست پی سی آر به راحتی میشه تشخیص داد که آیا کبوتران متعلق به خودش بودن یا نه. انجمن بین المللی ژنتیک جانوری چندین سال پیش تعداد 16 تا از این مایکروساتلایت ها رو در ماده ژنتیکی کبوتران شناسایی کرد و همونطور که اینجا در این قسمت میبینید به صورت فرضی یکی از این مایکروساتلایت ها رو نشون دادیم و در این قسمت این تعداد 16 تا رو با این نام های مختلف میبینید: PGN 15, PGN 10 و PGN 57 و به همین ترتیب تا آخر. و برای اینکه یک آزمایش به اصطلاح اعتبار علمی داشته باشه، حداقل باید 6 تا از این مایکروساتلایت ها در آزمایش تشخیص هویت یا تعیین به اصطلاح رابطه ژنتیکی بین دو کبوتر مورد نظر مورد استفاده قرار بگیره، حداقل 6 تا از این 16 تا. و ما هم در این به اصطلاح آزمایشی که در حال حاضر داریم راجع بهش صحبت میکنیم که در فرانسه انجام شده، میبینیم که از این 16 تا 6 تا مورد استفاده قرار گرفته و چنانچه تعداد این 6 تا به 10 تا افزایش پیدا کنه، دقت آزمایش رو تا 99% بالا میبره. پس ما به صورت خلاصه باز اگه بخوایم مطرح کنیم، مایکروساتلایت ها قطعاتی هستند از مولکول دی ان ای که دارای بخش های تکرار شده بسیار کوچکی هستند از به اصطلاح بازهای عالی یا نوکلوتید ها که این بازهای به اصطلاح تکراری به صورت مختلف در کبوتران دیده میشن و همین اختلاف باعث میشه که ما از این خاصیت یا ویژگی برای شناسایی کبوترها استفاده کنیم. دقیقا به منزله اینکه یک ماشین رو شما فرض کنید که با شماره سریال موتور مشخصه و شاسی هم شماره سریال داره برای شناسایی به اصطلاح خودرو در مورد به اصطلاح خرید و فروش یا در حالت دزدی به اصطلاح وسیله نقلیه میشه این رو ردیابی کرد و دقیقا هم به همین شکل میشه از مایکروساتلایت ها در شناسایی کبوتران استفاده کرد.